بفهمید خانم قلام علیان، میکروفونتون رو باز کنید شروع کنید. از کجا بخونم؟ به این نوشته چون همه کارها به تمامی و حرات قرار گرفت، همون اول اول صفحه‌ای که روی اسکرین هست. کدوم متن رو دادی شما؟ چون همه کارها به تمامی به حرات قرار گرفت، سلطان مسعود استادم بونصر را گفت آنچه فرمودنی بود در هر بابی فرود آمد. فرموده آمد و ما در این هفته حرکت خواهیم کرد بر جانب بلخ تا این زمستان آنجا باشیم و آنچه نهادنی است با خانان ترکستان نهاده آید و احوال آن جانب را مطالعت کنیم. و خواجه احمد حسن نیز در رسد و کار وزارت قرار گیرد. آنگاه سوی غزنین رفته آید. بونصر جواب داد که هرچه خداوند اندیشیده است همه فریضه است و عین ثواب است. سلطان گفت به امیرالمومنین نامه باید نوشت بدین که رفت. چنان که رسم است. تا مقرر گردد که بیان که خونی ریخته آید این کارها قرار گرفت. بونصر گفت این از فرایض است و به قدر خان هم بباید نوشت تا رکابداری به تعجیل ببرد و این بشارت برساند. آنگاه سعادت به بلخ رسد، تدبیر گسیل کردن رسولی بانام از بحر عقد و عهد را کرده شود. سلطان نظر بخواهد. باید پیش گرفت که رفتن ما نزدیک. فاطمه خانم یه لحظه صبر کنید. برویم این دو نامه گسیل کرده آید. الو. و استادم دو نسخت کرد این دو نامه را چنان که او کردیم. الو 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 الو. بچه ها صحبت کنن خانم قانون علیم. ببخشید. فکر میکنم اون کسی که غیر از خلیفه قرار به شما رو نیستم فکر میکنم اسمش قدرخانه. آره قدرخان. این میکروفون میشه ببندید وقتی نمیخونید؟ آره از طرف فاطمه خانم میشه اکو داره وقتی میخونید. آره شما آره ببخشید آخ فاطمه جان، ما چون هر کسی هر لحظه میپره تو حرف بقیه باید حواستون باشه که بچه رو صحبت میکنن نگه دارید. آره قدرخان چیز دیگه، پادشاه ماله، یعنی خان ترکستانه و من فکر میکنم توی اون مقطع سامانیان از بین رفتن و منطقه ماوراءالنهر دست شمال ماوراءالنهر دست یک گروهی از ترکان به نام قراختاییان و این قدرخان باید خان قراختاییان باشه. البته این همچین اسمی فکر نمی کنم توی تاریخ بیهقی بیاد، ولی توی تاریخ های دیگه نگاه می کردم قاعدتا به اونا مربوط میشه. خب بفرمایید. ببخشید شرمنده، من یه خورده و اینکه من یه چیزی بگم، من پی دی اف ندارم، اگه میشه حالا به آخر صفحه که رسیدم یه مقداری ببرین پایین تر صفحه رو که از میخونم. بونصر گفت این از فرایض است و به قدرخان هم بباید نوشت تا رکابداری به تعجیل ببرد و این بشارت برساند. آنگاه چون رکاب عالی به سعادت به بلخ رسد، تدبیر گسیل کردن رسولی با نام از بحر عقد و عهد را کرده شود. سلطان گفت پس زود باید پیش گرفت که رفتن ما نزدیک است. تا پیش از آن که از هرات برویم این دو نامه گسیل کرده آید. و استادم دو نسخت کرد این دو نامه را چنان که او کردی، یکی به تازی سوی خلیفه و یکی به پارسی به قدرخان. و نسخت ها بشده است چنان که چند جای این حال بیاوردم. و آن طرفه بود که از عراق گروهی را با خیشتن بیاورده بودند، چون بولقاسم حریش و دیگران، و ایشان را می‌خواستند که به روی استادم برکشند که ایشان فاضل‌ترند و بگویم که ایشان شعر به غایت نیکو بگفتندی و دبیری نیک بکردندی، ولکن این نمط که از تخت ملوک به تخت ملوک باید نبشت دیگر است. و آن مرد آنگاه آگاه شود که نوشتن گیرد و بداند که پهنای کار چیست. و از استادم هرچند در خرد و فضل آن بود که بود، از تذهیب‌های محمودی چنان که باید یگانه زمان شد. و آن طایفه از حسد وی هر کسی نسختی کرد و شرم دارم که بگویم بر چه جمله بود. سلطان مسعود را آن حال مقرر گشت و پس از آن چون خواجه بزرگ احمد در رسید،
مقررتر گردانید تا باد حاسدان به یک بارگی نشسته آمد. نسختی کردم چنان که در دیگر نسختها و در این تاریخ آوردم نام را و از آن امیرالمؤمنین هم از این معانی بود تا دانسته آید انشاءالله عزوجل. ببخشید فاطمه خانم. بله. امکان شما خیلی مثلث هستید. اگه امکانش هست که خوبی یواشتر بخونید. بسم الله. ببخشید یه نکته هم هم بگم اینجا. اون نسخه دیگر رو چجوری تو من کردن نسخه یا حقی میخونم، اون جمله‌ای که میگه که و ایشان را میخواستند که روی استادم برکشند که ایشان فاضل ترند، بعد نسخه من اینجوریه و نگویم که ایشان شعر بخواید نیکو نگفتند و دبیری نیک نکردند، ولیکن این نمد که از تخت ملوک به تخت ملوک باید نبشت دیگر است. یعنی اینجوری معنیش اینه که خیلی این کاره نبودن، داستان اینا رو به رخ میکشیدن، میخواستن که علمشون کنن این چند نفر رو، ولی اونجوری که جانم من قبول ندارم. ببین حالا اینجوری هم که ما داریم درسته. حالا علی بگو اتفاقا این بهتر معنی میده. یا آقا شعر خوب میگفتن، دبیرشون هم خوب بود، ولیکن اون چیزی که از تخت ملوک به تخت ملوک دیگر باید نوشت دیگر است. دیگه مثلا چی میگه؟ بوریاباف وگرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر. این هم دبیر بودن، ولی دبیری نبودن که از شاه به شاه نامه بنویسن. و من آنگاه آگاه شود که نوشتن گیرد و بداند که پهنای کار چیست. پهنای کار هم خیلی منطقیه. منم نظر علی نزدیکتر اینجا. آیا خدا نظرم نزدیکتر شد. اونجا هم که فاطمه خانم خیلی سری میخونن، اینجا هم اینجوری بود که و استادم هرچند در خرد و فضل آن بود که بود، از تحصیب های محمود چنان که باید دگانه زمان شد. آره یه استعدادی داشته در خلاصه. حالا اینجا تحصیب های محمود هم من دقیقا نمیفهمم منظورش چیه. یعنی از تشویق های محمود یا از کارهایی که برای محمود انجام داد؟ من فکر کنم از اون نامنگاری هایی که انجام داد مثلا فرصتی بهش داده شد که خودشو نشون بده، یه همچین چیزی من فکر کنم این بهتر باشه تا اینکه چون دارم یه که من تحویل گرفتن رو برداشت میکنم. خودش این کاره بود، محمودم خوب تحویلش میگرفت، این کاره تر شد. نه تحویلش میگرفت به این شکل که بهش این فرصت این نامنگاری ها رو بهش داد، من اینجوری میفهمم. ولی خب حالا به هر حال نگاه کنیم اینم بعدن دیگه. خب ادامه بدید. باید داشته باشید ببخشید قبل اینکه اینجا باید داشته باشید تذهیب های محمودی تحذیب های محمود محمودی باید باشه. خب من دارم محمود. آخه این چیز محمودی رو زیاد آورده. محمودی آره هم. محمودی هم داره، ولی حالا به هر حال ممکنه محمودی درسته باشه، نمیدونم. من این نسخه همون که اول چیز معرفی کردم دیگه، یکی از نسخه فیاضه. خب بفهمید کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از صدر و دعا، خان داند که بزرگان ملوک روزگار که با یکدیگر دوستی به سر برند و راه مصلحت سپرند، وفاق و ملاطفات را پیوسته گردانند و آنگاه که آن لطف حال را بدان منزلت رسانند که دیدار کنند، دیدار کردنی به سزا و اندر آن دیدار کردن شرط ممالحت را به جای آرند و عهد کنند و تکلف‌های بی اندازه و عقود و عهود که کرده باشند به جای آرند تا خانه‌ها یکی شود و همه اسباب بیگانگی برخیزد. این همه آن را کنند تا که چون ایشان را منادی حق درآید و تخت ملک را بدرود کنند و بروند، فرزندان ایشان را که مستحق آن تخت باشند و بر جایهای ایشان بنشینند با فراغت دل روزگار را کرانه کنند و دشمنان ایشان را ممکن نگردد که فرصتی جویند و قصدی کنند و به مرادی رسند. برخان پوشیده نیست که حال پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود. به هر چه ببایست که باید پادشاهان بزرگ را
از آن زیادت‌تر بود و از آن شرح کردن نباید که به معاینه حالت و حشمت و آلت و عدت او دیده آمده است. و داند که دو مهتر باز گذشته بسی رنج بر خاطرهای پاکیزه خیش نهادند تا چنان الفتی و موافقتی و دوستی و مشارکتی به پای شد و آن یکدیگر دیدار کردن بر در سمرقند بدان نیکویی و زیبایی چنان که خبر آن به دور و نزدیک رسید و دوست و دشمن بدان و آن حال تاریخ است چنان که دیر سالها مدروس نگردد و مقرر است که این تکلف ها از آن جهت بکردن تا فرزندان از آن الفت شاد باشند و بر آن تخم ها که ایشان کاشتند بدارند. امروز چون تخت به ما رسید و کار این است که بر هر دو جان پوشیده نیست، خرد آن مثال لحد و تجارب آن اقتضا کند که جهد کرده آید تا بناهای افراشته را در دوستی افراشته تر کرده آید تا از هر دو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان به کوری و دهدلی روزگار را کرانه کنند و جهانیان را مقرر گردد که خاندان‌ها یکی بود اکنون از آنچه بود نیکوتر شده است و توفیق اصلح خواهیم از ایزد. من فکر کنم جویه که خاندان‌ها یکی بود اکنون از آنچه بود نیکوتر شده است. آها درسته. بعد اون یه چیز در واقع زمینه‌ای هم اینجا نوشته و میگه که منظورش از اون دو مهتر بازگذشته از طرف غزنوی ها محمود غزنوی و از طرف از اون ور طرف سلطان یعنی خان سمرقند طغان خان برادر قدرخان است که پیش از وی سلطنت ترکستان داشت و با امیر محمود دوستانه رفتار میکرد. همین دیگه بفهم. به همین خاطره که اون از بازگذشته رو یا حقی توضیح داده گفته من به صورت قیاسی تصحیحش کردم به از گذشته، چون این دو نفر همون دو نفرن و منظورش اینه که از گذشته اینجوری بودن این دو نفر. آها. اگه بگیم باز گذشته مثلا انگار مثلا در گذشته بوده یا مثلا چی؟ آره خود معنی فرق. چرا باز گذشته معنی میده؟ چون جفتشون مردن. اون داداش قدرخان که مرده، بابای اینم مرده دیگه. منظور محمود داداش قدرخان باشه؟ دیگه. منظور اینجوری دوباره من پاورش نگاه کنم. من برداشتم این بود که مسعود خودش رو داره میگه. مسعود که هنوز به تخت نشسته. نه مسعود داره به نظرم محمود و طغان میگه میگه بابام و برادرت با هم خوب بودن، ما حالا میخوایم بهترش کنیم رابطه. اصلا اول پاراگراف میگه دیگه یه برخان پوشیده نیست که حال پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود. بعد پادشاهان بزرگ فلان فلان و آن یک دیگر دیدار کردن در سر در سمرقند بودن نیکویی و زیبایی چنان که خبر فلان. این پولست مشغله وجب نامه نوشته خودمونی. خیلی خاصی بگم این از اون تکنیک های از تخت ملک به تخت ملک دیگه. آره خودی نمیده دیگه. آره یه مقداری موجز هم هست. ببخشید ده خدا میگه ده دلی کنایه از بیوفایی و هر لحظه دل به کسی دادنه. و اونجایی هم که میگه آن حال تاریخ هست یعنی امر تاریخی و مهمیه. ببینم باید بخونیم آن حال تاریخ هست یا بگیم آن حال تاریخ هست. نمیدونم آن حال تاریخ هست یعنی چی؟ یعنی دیگه به تاریخ افتاده. نه یه اتفاق تاریخی افتاده چنان که دیر سالها مدیوس نگن کهنه نمیشه این زودا. اون دیداری که بر در سمرقند کردن بدان نیکویی و زیبایی منم فکر میکنم آن حال تاریخ است به نظرم قشنگتره. خب این بفهمید پاراگرافو تموم کنید خانم. توفیق اصلا خواهیم از ایزد از ذکره در این باب که توفیق او دهد بندگان را و ذالک به یدهی و الخیر کله. خب ممنون ازتون. آقای مرساد جان میخونی؟ بله 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 بفهم.
و شنوده باشد خان ادام الله عزهو که چون پدر ما رحمت الله علیه گذشته شد ما قایب بودیم از تخت ملک 600-700 فرسنگ جهانی را زیر ضبط آورده هرچند میبرندیشم ولایت های بانو ببخشید واسه اینکه علی و مرحوم دریا بندری هم خوشحال شند 600-700 فرسنگ جا وعداشت ربط 600 فرسنگ حالا به اون چیز انگلیسی ربط نداره ولی وعداره اینجا جهان ولایت های با نام بود در پیش ما و اهل جمله آن ولایت گردن به افراشته تا نام ما بر آن نشیند و به ضبط ما آراسته گردند و مردمان به جمله دست ها برداشته تا رعیت ما گردند خطوط تحویل گرفته امیرالمومنین اعزاز ها ارزانی می داشت و مکاتبت پیوسته تا بشتابیم و به مدینه السلام رویم و قضاوتی که جاه خلافت را می باشد از گروهی از ناب آن را دریابیم و آن قضاوت را دور کنیم و عزیمت ما بر آن قرار گرفته بود که هر آینه و ناچو قضاوت را کسی در دستش داره یعنی چی؟ قضاوت یعنی پستی و نقصان خب داره میگه که یک سری از ازناب قضاوتی چی داره میگه؟ این داشت میرست بغداد میگه امیرالمومنین بغداد یه سری از این در واقع دوم ازناب مثل همون دیلمیان و اینا که در واقع داشتن پستی و نقصانی به خلافت بغداد وارد میکردن ما رفتیم یه گوشمالی به اونا دادیم و امیرالمومنین هم خیلی خوشحال بود موی دماغ بودن انگار اونا آره و عزیمت ما بران قرار گرفته بود که هر آینه و ناچار فرمان عالی را نگاه داشته آید و سعادت دیدار امیرالمومنین خیشتن را حاصل کرده شود. خبر رسید که پدر ما به جوار رحمت خدای پیوست. و بعد از آن شنودیم که برادر ما امیر محمد را اولیا و حشم در حال چون ما دور بودیم از گوزگانان بخواندند و بر تخت ملک نشاندند. و بروی به امیری سلام کردند و اندران تسکین وقت دانستند که ما دور بودیم. و دیگر که پدر ما هرچند ما را ولی عهد کرده بود به روزگار حیات و خیش. در این آخرها که لختی مزاج او بگشت و سستی بر اصابت راعی بدان بزرگی که او را بود دست یافته از ما نه به حقیقت آزاری نمود چنان که طبع بشریت است و خصوصا از آن ملوک که دشوار آید ایشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه ایشان باشد ما را به ری ماند که دانست که آن دیار تا روم و از دیگر جانب تا مصر طولن و ارزن همه به ضبط ما آراسته گردد تا قزنین و هندوستان و آنچه گشاده آمده است به برادر یله کنیم که نبیگانه را بود تا خلیفت ما باشد و به اعزاز بزرگتر داریم اصلا فاکنر رو چیز کرده گذاشته تو جیبش از نظر طول جملات نامستم خب آره ببین حالا اولا که خیلی قشنگ اشاره کرده یعنی به این یعنی ماسمالی کرده دعواش با پدرش خب میگه که آخرها که رختی مزاج رو بگشت و سستی بر اصالت راوی بدان بزرگی که او را بود دست یافت این مثلا خیلی قشنگه به نظر من بعد این تیکش رو من فکر کنم خوب نخوندیم میگه از ما نه به حقیقت آزاری نبود یعنی دلخوری از من پیدا کرد که مبنایی نداشت خب چنان که طبع بشریت هست و خصوصا از آن ملوک یعنی آقا ما ولیعهدش بودیم ملوک هم به جانشین ولیعهد بالقوهشون به ولیعهدشون بدگمان هم تو این حساسیت آزاری از ما پیدا کرد ولی نه به حقیقت نه بیدلیل بیدلیل به نظرم همینجوری خوند ولی مرسان نه بیدلیل نمیگه میگه پادشاهان دوست ندارن کسی که واقعا شایسته
جانشینیشونه جلو چشمشون باشه، اینجور چیزی داره میگه. یعنی من شایسته بودم به این خاطر منو کنار گذاشت. منافاتی نداره با اون حرف علی، همین. آره میگه اینم هست، منظورش اینه که در واقع میگیم بی دلیل، دلیل منطقی نداره مثلا اینجوری. آره نه، یه چیزی هم میگه سستی و سستی بر اصالت رای بدان بزرگی کورا بود دستیافت. یعنی میخواد بگه اون اواخر خیلی هم چیز نبوده، روش نشده بگه که شعورش از دست داد. آره خیلی مؤدبانه رسول فرستادیم نزدیک برادر به تعزیت و تهنیت نشستن بر تخت ملک و پیغام ها دادیم رسول را که اندر آن صلاح ذات البین یا ذات البین ذات البین و پیغام ها دادیم رسول را که اندر آن صلاح ذات البین بود و سکون خراسان و عراق و فراغت دل، فراغت دل هزار هزار مردم. و مصرح بگفتیم که مر ما را چندان ولایت در پیش است، آن را به فرمان امیرالمؤمنین می بباید گرفت و ضبط کرد که آن را حد و اندازه نیست، هم پشتی و یکدلی و موافقت می باید میان هر دو برادر و همه اسباب مخالفت را برانداخته تا جهان آنچه به کار آید و نام دارد ما را گردد. اما شرط آن است که از زرادخانه 5000 اشتر بار سلاح و 20000 اسب از مرکب و ترکی 2000 غلام سوار آراسته با ساز و آلت تمام و 500 پیل خیاره سبک جنگی یا سبک جنگی. سبک جنگی همین سبک جنگی احتمال به زودی نزدیک ما فرستاده آید و برادر خلیفت ما باشد، چنان که نخست بر منابر نام ما برند به شهرها و خطبه به نام ما کنند، آنگاه نام وی و بر سکه درم و دینار و تراز جامه نخست نام ما نویسند، آنگاه نام وی و قضات و صاحب بریدانی که اخبار انها می کنند اختیار کرده حضرت ما باشند تا آنچه باید فرمود در مسلمانی می فرماییم و ما به جانب عراق و به غزو روم مشغول گردیم و وی به غزنین و هندوستان تا سنت پیغمبر ما صلوات الله علیه به جا آورده باشیم و طریقی که پدران ما بران رفتند نگاه داشته آید که برکات آن اعقاب را باقی ماند این میگه که اسم می نویسی مگه رو تراز جامعه اسم شاه می نوشتن. آفرین، من میخواستم همین رو بپرسم. من حاشیه‌ای رو بخونم. نوشته یا حقی اینجا نوشته که تراز در اصل نقش و علامتی را می گفتند که در حاشیه جامعه می بافتند و محل ساختن پارچه بدین وسیله معلوم می شد و زینتی نیز بوده است و مترز به معنی مزین به نشان خاص است. همچنین تزیین با خامدوزی را نیز تطریز می گفتند. از این عبارت بیهقی و همچنین عبارتی دیگر در صفحه 131 صفحه 13 در مورد امام رضا که پس از آن آشکار گردید کار رضا و مأمون او را ولیعهد کرد و علمهای سیاه برانداخت و سبز کرد و نام رضا بر درم و دینار و تراز و جامه ها نوشتند برمی آید که در آن زمان رسم بوده است که نام خلفا و سلاطین را برای تزیین و احترام بر تراز جامعه می نوشتند. در تایید این رسم می توان به عبارتی از تاریخ طولونی ها تألیف نویری اشاره کرد، بلا 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 صفحه فلان و فلان و فلان و بیتی از معزی زهی به صفحه علم ازل زروی شرف تراز داده به نامت خدای عنوان داد. پس رسم بوده. حافظم یه بیت درخشان داره دیگه که میگه تراز جامعه چی؟ تراز پیروهن زرکشم مبین چون شم که سوست هاست نهانی درون پیروهن. این نمیدونم خیلی باید جالب باشه مثلا یه لباسی مثلا تاریخی پیدا کنن نشان مرمون مانی که دیگه به عهد کدوم شاید نوشتنش کنن. آره ولی لباس پیدا کردن از دوران قدیم تقریبا جزء محالات فکر میکنم، چون لباس ها اون موقع همشون
طبیعی بودن و مواد بیولوژیک بودن، معمولا خراب میشن دیگه. خب تا اینجا خوندیم و مصرح گفته آمده است که اگر آنچه مثال دادیم به زودی آن را امضا نباشد و به تعلل و مدافعتی مشغول شده آید، ناچار ما را باز باید گشت و آنچه گرفته آمده است مهمل ماند و روی به کار ملک نهاد که اصل آن است و این دیگر فرع، و هرگاه اصل به دست آید کار فرع آسان باشد، و اگر فلیاذ بالله میان ما مکاشفتی به پای شود ناچار خونها ریزند و زور و ببخشید وزر و بال به حاصل شود و بدو بازگردد که ما چون ولیعهد پدریم و این مجاملت واجب می‌داریم، جهانیان دانند که انصاف تمام داده. چون رسول به غزنین رسید باد تخت اون میگه و بدو بازگردد، یعنی تقصیر امیر محمد. آره آره. چون رسول به غزنین رسید باد تخت و ملک در سر برادر ما شده بود و دست به خزانه ها دراز کرده و دادن گرفته و شب و روز به نشاط مشغول شده، راه رشد را بندید و نیز کسانی که دست و نیز کسانی که دست بر رگ وی نهاده بودند و دست یافته نخواستند که کار ملک به دست مستحق افتد که ایشان را بر حد وجوب بدارد، و برادر ما را بران داشتند که رسول ما را بازگردانید و رسولی با وی نامزد کردند با مشتی اشوه و پیغام که ولیعهد پدر وی است و ری از آن به ما داد تا چون او را قضای مرگ فراز رسد هر کسی برانچه داریم اختصار کنیم و اگر وی را امروز بر این نهاد یله کنیم. آنچه خواست آمده است از غلام و پیل و اسب و اشتر و سلاح فرستاده آید، آنگاه فرستد که عهدی باشد که قصد خراسان کرده نیاید و به هیچ حال خلیفت ما نباشد و قضات و اصحاب برید فرستاده نیاید. خیلی دقیق باشی که منظور این جمله در دل کدوم جمله است که جمله قبلی خودش در دل جمله قبلی است. الان جدی میگم، وقتی میخواستن این چند تا جمله آخر در دل جملاتی بود که امیر محمد داشت میگفت که این جملات امیر محمد از زبان مسعود خطاب به امیرالمومنین خیلی پیچیده. خدرخان بسیار عالی، مرسی مرسی. آقا یه چیزی، یه عبارت عربی هست که قسمت دومش هست، قد تبین الرشد من الغی، اولیش چیه؟ لا اکراه فدین، لا اکراه فدین، قد تبین الرشد من الغی. من احساس میکنم این راه رشد را به ندید یه جوری به اون جمله عربی ربط داره، یعنی راه درست رو تشخیص نداد. رشد دقیقا یعنی چی؟ معنی امروزه رشد فکر نمی کنم باشه، رشد و نمو و growth به قول معروف. حالا اینم نگاه کنید. خب خانم ساناز فشارکی بفرمایید. ما چون جواب بر این جمله یافتیم مقرر گشت که انصاف نخواهد بود و بر راه راست نیستند و در روز از سپاهان حرکت کردیم، هرچند قصد همدان و حلوان و بغداد داشتیم و حاجب قاضی در نشابور شعار ما را آشکارا کرده بود و خطبه بگردانیده و رعایا و اعیان آن نواحی در هوای ما مطیع گشته و وی بسیار لشکر بگردانیده و فراز آورده. ما امیرالمومنین را از عزیمت خیش آگاه کردیم و عهد خراسان و جمله مملکت پدر بخواستیم با آنچه گرفته شده است از ری و جبال و سپاهان، با آنچه موفق گردیم به گرفتن، هرچند برحق بودیم به فرمان وی تا موافق شریعت باشد. و پس از رسیدن ما به نشابور، رسول خلیفه در رسید با عهد و لوا و نعوت و کرامات، چنان که هیچ پادشاه را مانند آن یاد نداشتند. و از اتفاق نادر سرهنگ علی عبدالله و ابو نجم عیاض
و نوشتگین خاص و نوشتگین خاص خادم. این یه اسمه؟ آره، نوشتگین خاص خادم، یعنی غلام مخصوص. از غزنین اندر رسیدند و با بیشتر غلام سرایی، بیشتر غلام و با بیشتر غلام سرایی، یعنی غلام خونزاد. یه چیز دیگه، اون لغت یه لغت هم بیشتر ای نداره؟ چرا؟ آه. بیشتر غلام سرایی. آره، نه من یه چیزی از قبل بگم، اون لغتی که چند بارم اومده نعوته. خب نعوت، آره، جمع نعته و همون القاب مثلا شهاب و دوله، نمیدونم یمین و دوله، اینا رو میگن بهشون. ببخشید، اون رشد هم یعنی هدایت، راه رشد به ندید. آها، هدایت ندید، آره، خیلی قشنگ میشه. همون مثل همون چی عبارت چیز قرآن دیگه، راه هدایت رو تشخیص نده. درسته. خب خلاصه این چیز شد دیگه، خیلی از این نزدیکان شخصی سلطان محمود اومدن پیوستن به این، حتی غلامای سرایش خواسته خانمش. و نامه ها رسید سوی ما پوشیده از غزنین که حاجب علی، علی ایل ارسلان زعیم، زعیم الحجاب. و فکر میکنم زعیم الحجابه، یعنی رئیس همه حجابان. اوکی، زعیم الحجاب. و بعدش چیه؟ بکتوخدی. آره، درسته. حالا که ویسد یه لحظه باشم، این بازم دیروز این فکر میکردم که این بابای علی چه آدم خوش سلیقه‌ای بوده، عجیب سلیقه‌ای بوده که اسم یه پسرش رو گذاشته علی، اسم اون یکی رو گذاشته منگیچی بود. منگیچی این چه سلیقه بود که گذاشته منگیچی بود که بذار بگ تقدی دیگه. آره، این هم نکته قشنگیه. چیزه مثل باوازونی که من بوده، باوازونی که من مثلا 4-5 تا پسر داشته، اسمشون هست کمال، جمال، جلال، کامل، محمد علی. محمد علی اینجوری بوده که مثلا یکی به حدیثی بهش گفته که آقا کسی 4 تا پسر داشته باشه، یکیش اسم پیغمبر نباشه، اون دنیا رو درش سرویس میده. این هم احتمالا به یه همچی حدیثی خورده، مثلا 6-7 تا پسر داشته، منگی تراک و نمیدونم تقرون مقرون و بود مکتوقدی و فلا، اون وسط یه دفعه این رو گذاشته علی که اسم مسئله باشه. خب همینم که میشه اینو درست کنم. شاید هم از دو تا زن مختلف بودن، مرساد مثلا. ممکنه، ممکنه. خب نامه ها رسید سوی ما پوشیده از غزنین که حاجب علی، علی ایلرسلان زعیم الحجاب و بکتقدی حاجب سالار غلامان بندگی نمودند و بو علی کوتوال و دیگر اعیان و مقدمان نبشته بودند و طاعت و بندگی نموده و بو علی کوتوال به گفته که برادر ما آن شغل نمی آید و چنان است که رعیت ما پیدا آید، همگان بندگی را میان بسته پیش آیند. اینا اشتیه، اینو من جلو خونده بودم. میگه بو علی کوتوال گفته آقا این محمده این کاره نیست. آره، آقا همین حرف رو قبلا هم گفته بود در جای دیگه ای. اصلا بو علی کوتوال، آره، چندان است که رایت ما پیدا آید. سانه جان، پرچم. آه، چی گفتم؟ رایت گفتم. آه، رایت، درسته، رایت نیست که. و ما فرمودیم تا این قوم را که از غزنین در رسیدند بنواختند و اعیان غزنین را جوابهای نیکو نوشتند. بابور حرکت کردیم. پس از عید روزه 12 روز نامه رسید از حاجب علی قریب و اعیان لشکر که به تگین آباد بودند با برادر ما، که چون خبر حرکت ما از نشابور به ایشان
دستشان رسید برادر ما را به قلعت کوهتیز موقوف کردند و برادر علی منگی تراگ و فقیه بوبکر حسیری که در رسیدند به هرات احوال را به تمامی شرح کردند و استطاع رای کرده بودند تا بر مثال ها که از آن ما یابند کار کنند. اون پس از این 12 روز یعنی در 13 شوال در واقع، یعنی منظورش از این عید فطره. حالا ببین این اون بالاتر که گفتش که بو علی کوتوال و دیگر اعیان و مقدمان نوشته بودند و طاعت و بندگی نموده، این قبل از اون نامه ایه که ما متن رو شروع کردیم دیگه، یعنی قبل از اون نامه ای که منگی تراک آورد یه نامه دیگه هم احتمالاً محرمانه کوتوال و اینا نوشته بودن، مثلا حلقه خوتلی هم از اون بر که آقا این محمده این کاره نیست بود بیا. حالا یه همچین نامه نوشته مخصوصا که حاجب علی هم اینجا هست، سلطان مسعود چرا اینو فرو گرفت حاجب علی قریبو؟ همین نام پدریان مشکل داشت دیگه، محمودیان مشکل داشت. کلن به حاجب علی آدمی بود که خودشو یه جورایی آدم شبیه امیر کبیر بود دیگه، که از قاجاریه به خودشون دلسوزتر بود. این کلن به خاندان سلطنت نمیشه خیلی زیاد شوخی کرد. خودش هم گفت من چون تو جایگاه تاج بخشی، آره، یه اصطلاحی به کار بود که ما گفتیم منش میشه تاج بخشی یادم نیست. آره اصطلاح عشنگی بود. آره که نگران من شدن که آقا این زیادی قریب امیر نشان یه همچین چیزی. آره آره علی امیر نشان. خب بخونم. ما جواب فرمودیم و علی را و همه اعیان را و همه لشکر را دلگرم کردیم و گفته آمد تا برادر را به احتیاط در قلعت نگه دارند و علی و جمله لشکر به درگاه حاضر آیند. همگان به هرات رسیدند و هر دو لشکر در هم آمیخت و دلهای لشکری و رعیت بر طاعت و بندگی ما بیارامید و قرار گرفت و نامه ها رفت جملگی این حال ها را به جمله مملکت به ری و سپاهان و آن نواحی نیز تا مقرر گردد به دور و نزدیک که کار و سخن یک رویه گشت و همه اسباب محاربت و منازعت برخاست یک رویه گشت. آره این یک رویه رو زیاد به کار میبره، یعنی که آقا مثلا راست و بیست شده مثلا خاتمه شده یک روح درست صاف شد و به حضرت خلافت نیز رسولی فرستاده آمد و نامه ها نوشته شد به ذکر این احوال و فرمان های عالی خواسته آمد در هر بابی و سوی پسر کاکو و دیگران که بری و جبالن تا عقبه حلوان نامه ها فرمودیم قرار گرفتن این حال. حلوان هم فکر میکنم الان تو عقبه حلوان، حلوان الان تو عراقه، فکر میکنم تو کردستان عراق باید باشه الان. آره هستم. آها عقبه حلوان اسم یه محله شمال عراق باشه، سمت سوریه احتمالا. تصورم این آده روش مطمئن نیستم، ولی اینا رو این آقای پرویز عسکایی یه مقاله مفصلی داره در مورد فهلوی، زبان فهلوی و فهلویات، اونجا مفصل اینا رو توضیح داده. تا اونجایی که تو ذهنم هست که ممکنم اشتباه باشه، این حلوان شمال عراق، جنوب سوریه، اون سمت اون طرفای سوریه و اینا باید باشه. آره جبال آره که آره جبال من حد سمینه که الان توی کردستان عراقه، ولی الان نگاه میکنم دیگه. آره. بگو میگه پسر کاکو هم که مشخص داستانشو خوندیم، ری و جبال، جبال هم که من و بازدار از جبال رحمتون هستیم، این جبال که گفته منظورش مایی ایلام و جای دیگه. آره زاگرس نشینا رو میگن جبال. خب بچه ها حلوان یا حلوان در کرمانشاه خوشبختانه ظاهرا. یه حلوان هست در مصر.
ولی اون آره نه در طبس هم هست، ولی اون چیزی که الان به ما مربوط میشه هولوان آره. یکی از شهرهای مهم صدرای نخستین در عراق عجم است که الان توی کرمانشاه. ولی چیز گفته هولوان شهریست بسیار نعمت و رودی اندر میان و وی همی گذرد که فلان شهری بوده از بزرگ و پر نعمت در عراق در انتهای حدود شهر بغداد و آها. نزدیک به کوهستانای آن و گویند به نام هولوان ابن عمران ابن حاف ابن قزاعه که یکی از ملوک اون سرزمین بوده نامگذاری شده. ده خدا میگه اینو احتمالا اینه، چون من اینو توی تاریخ الان که گفتید من یادم اومد که اینو تو تاریخ جنگ حادثیه و اینا اینجا رو دیدم. چون الان ما تو یه هولوان داریم تو کرمانشاه، یه هولوان داریم توی مصر، استانیست در مصر هلوان. یه هولوان داریم تو ترکیه، یه هولوان داریم توی طبس. ولی فکر میکنم این هولوان هیچ کدوم از اون نیست همونی که شما گفتید. بله مال بغداده، چون آره داشته حلوانه. اصلا بغداد میکرد. من هلوان میبینم، شما هلوان میبینید؟ من توی هلوانه نوشته هلوان. آره از همون چیز میاد دیگه، از چی بهش میگن، به معنی شیرینی و اینا میاد دیگه قاعدتا. اون طرف قصر شیرین و مرز خسرویه. آره هلوان خب بفهم. و سوی پسر کاکو و دیگران که بلند تا عقبه هولوان نامه ها فرمودیم به قرار گرفتن این حال ها بدین خوبی و آسانی و مصرح بگفتیم که بر اثر سالار محتشم فرستاده آید بر آن جانب. بر اثر سالاری محتشم فرستاده آید سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب تا آن دیار. داناز تمام بر اثرها میفته به تو. همه سختش میفته. بس دفعه این باریه که بر اثر. خب بفهم. و مصرح بگفتیم که بر اثر سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب تا آن دیار را که گرفته بودیم ضبط کند و دیگر گیرد تا خواب نبینند و عشوه نخرند که آن دیار و کارها را مهمل فرو خواهند گذاشت. یعنی چه خواب نبینند و عشوه نخرند؟ با کی بعدیش با اینجوری بخونیم؟ اول اینجوری بگیم، ببخشید اگه میخواست بگه تا خواب نبینند و اشفه نخرند که آن دیار و کارها را مهمل فرو خواهند گرفت. یعنی فکر نکنند که مثلا اونجا بی حساب کتاب بیست خواهد کرد. درسته اشفه خیلی به قول مهساد خیلی فاکنریه. از یه سری آدم دیگه اشوه نخرن که سلطان محمود اینا دیار و کارها رو مهمل خواهند گذاشت. درسته؟ یعنی یه سری آدم میان اشوه میکنن و میگن سلطان محمود و اینا رسیدگی نمیکنن به مراتب حاشیه‌ای. نتیجه میگیم قسمت های حاشیه‌ای همیشه محل اعتراض بودن. چیز جدیدی؟ خب بگو. همیشه ناراضی بودن. ناراضی. حاجب فاضل هم این صحبت خیلی طولانی شد ولی فکر کنم لازمه. این داره توضیح اون لحظه رو میده که مناطقی رو که گرفته به خاطر مرگ پدرش داره بر میگرده به سمت غزنی نونشابور و هرات و بلخ و اون پایتخت فرماندهی که تکلیف خلافت رو یکسره بکنه و پادشاهی رو، و میگه حالا یکی رو میفرستم اینا فکر نکنن که اینجا رو گرفتیم ای باباش مرد رفت دیگه اینجا مثلا دوباره آزاد شد بی حساب کتابه. آره یعنی همون موقع هم که تو سپاه هم بود عین همین حرفا رو زد. آره همون آدمایی که اونجا بودن که عشوه نخرید، دقیقاً همین عشوه نخرید و اونجا هم در همین مقام به کار برد. حاجب فاضل ام به خوارزمشاه آلتونتاش
آن ناصح که در غیبت ما قوم غزنین را نصیحت‌های راست کرده بود و ایشان سخن او را خوار داشته، اینجا هرات به خدمت آمد و وی را بازگردانیده می آید با نواختی هرچه تمامتر، چنان که حال و محل و راستی او را اقتضا کند. و ما در این هفته از اینجا حرکت خواهیم کرد. همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوا و طاعت ما بیارامیده. و نامه توقیعی رفته است تا خواجه فاضل ابوالقاسم قاسم احمد ابن الحسن را به قلعت جنگی بازداشته بود تا و نامه توقیعی رفته است تا خواجه فاضل بوالقاسم را که به قلعت جنگی بازداشته بود به بلخ آید با خوبی بسیار و نواخت تا تمامی دست مهنت از وی کوتاه شود و دولت ما با رأی و تدبیر او آراسته گردد. و اریارق حاجب سالار هندوستان را نیز مثال دادیم تا به بلخ آید. و از غزنین نامه کوتوال بوعلی رسید که جمله خزائن دینار و درم و جامه و همه اصناف نعمت و سلاح به خازنان ما سپرد و هیچ چیزی نمانده است از اسباب خلاف به حمد الله که بدان دل مشغول باید داشت. و چون این کارها بر این جمله قرار گرفت، خان را بشارت داده آمد تا آنچه رفته است به جمله معلوم بیگردد و بهره خیش از این شادی بردارد و این خبر شایع و مستفیض کند، چنان که به دور و نزدیک رسد که چون خاندان‌ها یکیست، شکر ایزد که از ده ذکره نعمتی که ما را تازه گشت او را گشته باشد. خیلی ممنون. همین جا بخون. امیر حسین دوسته خط از نامه مونده. خب باشه، بخونید. ببخشید، این عشوه خریدن یه معنیش فریب خوردنه. این یه بر اثر دیگه داره، بر اثر هم ساناز بخونه. باره بخون ساناز جان. بخون ساناز. میوت هست، خودش خبر نداره، میوته. و بر اثر ابوالقاسم حسیر آخرش من گیر انداختین و بر اثر ابوالقاسم حسیری را که از جمله معتمدان من است و قاضی بوطاهر تبانی را که از اعیان قضات است به رسولی نامزد کرده می آید تا بدان دیار کریم هرسه الله آیند و عهدها تازه کرده شود و منتظریم جواب این نامه را که به زودی باز رسد تا به تازه گشتن اخبار سلامت خان، رفتن کارها بر قضیت مراد لباس شادی پوشیم و آن را از بزرگتر مواهب شماریم به مشیت الله عز و جل و اذنه. بسیار عالی. این بوطاهر هم در یک نسخه اومده توبانی، منصوب به شهری در ماوراء النهر، ولیکن سمعانی نسبت رو تبانی دانسته، تبانی به معنی کاه فروش. حالا دیگه الله اعلم. خب همین دوباره بخون. و این نسخه به دست رکابداری فرستاده آمد سوی قدرخان که او زنده بود هنوز و پس از این به 2 سال گذشته شد و هم بر این مقدار نامه‌ای رفت بر دست فقیهی چون نیم رسولی به خلیفه رضی الله عنه. نیم رسولی این چی نمیدونم، مثل نیم پهلوی میمونه. و پس از اون واسه خلیفه چی؟ واسه خلیفه آخوند فرستاده.
سفیر واتیکان که مثلا همیشه از چیز نیم رسولی. حالا نیم رسول واقعا یعنی چی؟ یعنی یه رسول نصف نیمه؟ نمیدونم. آره احتمالاً این کارو نمیده آخه. نمیدونم. بپرسیم از این لغت عجیبیه. آره. بفهم. و پس از اون که این نامه ها گسیل کرده آمد، امیر حرکت کرد از هرات روز دوشنبه نیمه ذوالقعده این سال بر جانب بلخ بر راه بادغیس و گنج روستا با جمله لشکرها و حشمتی سخت تمام. و خوارزمشاه آلتونتاش با وی بود، اندیشمند تا در باب وی چه رود. و چند بار بوالحسن عقیلی حدیث او فرا افکند و سلطان بسیار نیکویی گفت و از وی خوشنودی نمود و گفت وی را به خوارزم باز می باید رفت که نباید که خللی افتد. ببخشید همینجا یه نکته که شاید واسه مهرزاد به خصوص جذاب باشه، هستی مهرزاد؟ درباره زال معجمه میگه که یاقوت هموی میگه که این بادقیس، حالا به عربی میگه، میگه قیل اصلها بالفارسی بازخیز، یعنی جای به معنای معناش هم هست قیام و ریح، یعنی فهمیدی؟ منجیل اون زمان بوده. آره منجیل اون زمان بوده، بازخیز بوده و شده بادقیس. بگو. بوالحسن آلتونتاش رو آگاه کرد و بونست و مشکان نیز با دبیر آلتونتاش بگفت بدین چشون و او سکون گرفت. و از خواجه بونست شنودم گفت هر چند حال آلتونتاش بر این جمله بود و امیر از وی نیک خوشنود گشت به چندان نصیحت که کرد و اکنون چون شنود که کار یک روی گشت به زودی به هرات آمد و فراوان مال و هدیه آورد. ولیکن امیر را بران آورده بودند که وی را فرو باید گیرد و امیر در خلوتی که کرده بود در راه چیزی بیرون داد از این باب و ما بسیار نصیحت کردیم و گفتیم چاکریست مطیع و فرزندان و حشم و چاکران و تبع بسیار دارد، از وی خطا نرفته است که مستحق آن است که بر وی دل گران باید کرد. و خوارزم صغر ترکان است و در وی بسته است. امیر گفت همه همچنین است که شما میگویید و من از وی خوشنودم و سزای آن کس که در باب وی سخن محال گفت فرمودی. و نیز پس از این کسی را زهره نباشد که سخن وی گوید جز به نیکویی. و فرمود که خلعت وی راست باید کرد تا برود و بوالحسن عقیلی ندیم را بخواند و پیغامهای نیکو داد سوی آلتونتاش و گفت من میخواستم که او را به بلخ برده آید و پس آنجا خلعت و دستوری دهیم تا سوی خوارزم بازگردد، اما اندیشیدیم که مگر آنجا دیرتر بماند و در آن دیار باشد که خللی افتد و دیگر آن که از پاریاب سوی اندخود رفتن نزدیک است باید که بسازد تا از پاریاب برود. اندخود اسم جاییه؟ اسم مکانه که اونم باز دوباره درستش اندخوزه، همون زال معجم، زال معجم است دوباره. این سخنم که این حرف هم کلش حرفای بونصر مشکانه دیگه، درسته، که به بیهقی گفته مستقیم. بفرمایید حمیدو. آلتونتاشون پیغام بشنود برخاست و زمین بوسه داد و گفت بنده را خوشتر آن بودی که چون پیر شده است از لشکری دست بکشیدی و به غزنین رفتی و بر سر تربت سلطان ماضی بنشستی، اما چون فرمان خداوند بر این جمله است فرمان بردار. این کلک بونست مشکل بود دیگه، یادتونه با بونست چیز کرد، آره، شرط کرد، اون گفت اینجوری بگو خودتو بزن به موش مردگی، آره، بهش برو بگو خودم سر تربت سلطان حسبی بندازم. آره من همون چیز تولیت مرقد آقا ما را بس، آره، باستان قدس محمودی. آره بحبه. دیگر روز امیر به پاریاب رسید، بفرمود تا خلعت او را که راست کرده بودن بپوشانیدند. خلعتی سخت فاخر و نیکو بر آنچه به روزگار سلطان محمود او را رسم بود زیادت ها فرموده و پیش آمد و خدمت کرد.
و امیر وی را در بر گرفت و بسیار بنواختش و با کرامت بسیار بازگشت و همه اعیان و بزرگان درگاه نزدیک وی رفتند و سخت نیکو حق گزاردند و دستوری یافت که دیگر روز برود و شب بونصر دبیر خیش را از نزدیک من فرستاد که بونصرم پوشیده و این مرد از منصور دبیر آلتونتاشه که فرستاده پلی بونصر پنهانی پیش این فرستاده و این مرد از معتمدان خاص او بود و پیغام داد که من دستوری یافتم به رفتن سوی خوارزم و فردا شب که آگاه شوند ما رفته باشیم و استطلاع رای دیگر استطلاع دیگر تا بروم نخواهم کرد. دیگه نمیپرسم ازشون، میترسه بپرسه نظرش عوض شه. سلطان مسعود تا بروم نخواهم کرد که قاعده کج میبینم و این پادشاه حلیم و کریم و بزرگ است، اما چنان که به روی کار دیدم این گروهی مردم که گرد او در آمدن هر یکیشون وزیری ایستاده و وی سخن میشنود و بران کار میکند میشنود و اوس و وی سخن میشنود و بران کار میکند این کار راست نهاده را تباه خواهند کرد و من رفتم و ندانم که حال شما چون خواهد شد که اینجا هیچ دلیل خیر نیست. تو که بونصری باید اندیشه کار من داری همچنان که تا این قایت داشتی، با اون که تو هم ممکن نخواهی بودن در شغل خیش که آن نظام که بود بکس است و کارها همه دیگر شد، اما نگریم تا چه رود. گفتم چنین کنم و مشغول دلتر از آن گشتم که بودم، هرچند که من بیش از آن دانستم که او گفت. بسیار عالی. خیلی خب، تا همینجا باشه، تا همینجا، تا فردا تا فردا همون ساعت 10:30 شب ایران.